بازم کاشتیم شیریم، خلا میکنیم باز داره گفت صندوق. خیلی وقت از انتظار قدوم تا رو میکشم. چند شده بچون؟ نه هفته به پنج تفر من بیزارم خیلی زمان دیدی با رسانه اینترنتی مشهد فیلم تقدیم می کند. بنده جیمز تان داداش کوچیک جیمز باند هستم. جیمز تان داداش کوچیک جیمز باند، کمی تأخیر کردین، اینطور نیست. در راه بندان گرفته دادن دل برگم. پرونده سری شما. آه سپاسگزارم. ممکن است تعاونی به بنده بفرمایید؟ با کمال میل. شما سوئیسی هستید؟ بله آقای تاد. بنده میبرم برای شکلات های سوئیسی. تشکر دارم. سلام کودک خردسال. خودی جان تو اینجا مشغول صرف چه فعلی هستی؟ به تو چه، مگه تو هم از این جاسوس فضولایی؟ آخر برای چه روی پله ها نشستی جان جانگم؟ بسه اینکه نذاشتن من برم تو. آخه مامان بزرگ من اونجا. مامان بزرگ خلافز خوردی. مانو جاسوسی بوم، بنابرای علی نتوانست یا نخواست در کنفرانس بین المللی امروز ما شرکت کند، اما پیام های متعددی از اطراف و اکناف دنیا دریافت کردیم که در بین آنها میتوانم به این تلگراف اشاره کنم. متاسفم
که افتخار شرکت در اولین کنگره بین المللی مامورین مخفی نصیبم نشده، زیرا در حال حاضر مشغول از بین بردن دامی برای جیمز باند هستم. نقطه. اما برادر کوچکتر خودم به نیابت خودم به اون کنگره فرستادم. امضا 207 جیمز باند. خیلی خوش اومدین آقای جیمز. این سه مقصده بنده اجازه میخواد خواهش بکنن میتونیم کاری کنیم اون مرد بشه؟ نه. اکنون مادمازل هاری با شما صحبت میکنن، خواهر همت هاری بزرگ. به نام خواهر بزرگ خودم بیامرزم، از همه تون خواهش میکنم به من کمک بکنید. بیشتر از 50 ساله که خانواده من انتظار میکشه که یک جوون مرد پیدا بشه تا چراغمون رو روشن کنه. به جون همه تون قسم دولت حق بازنشستگی که به من نمیده. ننه، امید من فقط سندیکا. سندیکا به من کمک خرج نمیده چون میگه بعضی از سازمان های جاسوسی حق عضویت خودشون رو نمیپردازن و در نتیجه صندوق سندیکا مثل کف دست کشیش ها پا. واقعا که شرم‌آوره. این یک نوع فریبکاری. والله گندش در آوردن. واقعاً که آدم شاختر نره. اون پیر زن خوشگلی کیه؟ اون خواهر دوقلوی ماتهاری هست. رفیقم بود که فوشی. همکارم در مورد درخواست خودش تنها نیست. اگر پولی جمع شد و خواستید به ماموران مخفی کمک کنیم منم در نظر داشتیم. ببینن اون دختر جوونه چی چی گفت؟ گفت این کار خیر و برکت نداره، است بهتر از همه با تشکیل برم اصلاحی. السيداتي والساداتي والعظيم الصرف في مأموران ضد الجاسوسين مما إذا كتوصينا يا قصة وبدني كنت ما برأي إن مأموران درخاسة تخلي وغوغ من أمائي أقاهي ما تشيزي نميش نغبا أقاهي نجمجي دنيا بيشي تيري بالقل من كنيا بيجي هركي غوش أشكرس نمواد مزامش كبه أهل سيشمع مخرايتي درجة صبات خود من رانا شاهد بنا ما برأي مأموران خود غوغ مصابي درخاسة أغيم کشور دو مثلث 100% با این پیشنهاد مخالفت میکنه. حالا نمکرار خواهش میکنم بفرمایید پشت تریبون. منو ببخشید همکاران عزیز، به نظر من راه ما درست نیست. این خطر احساس میشه که کنگوی فعلی ما مورد تمسخر قرار بگیره. اشاره من بیشتر به روش های مورد استفاده جدید در کار جاسوسی بین المللیه. نمونه بارز این روش ها همکنون در میان ما حضور داره. جیمز تانت. متدهای اون واقعا استثنائیه، میشه گفت مخصوص مریخی هست. اینجا ما جز خیال بافی و افسانه پردازی کار دیگه ای صورت نمیدیم. ما پیرپاتل های عهد عتیقیم. اگر سیستم های تازه به همین وضع اختراع بشه، جای ما فقط در موزه است. ما چطور میتونیم با علم و دانش رقابت کنیم؟ چطور میتونیم با وسایل پیچیده جاسوسان برابری کنیم؟ اونا مثل یک جادوگرن. ما باید با تمام قدرت مانع این بشیم که علوم فضایی و داروهای اتمی از جاسوسان جانبداری کنه. من پیشنهاد میکنم کنگره ضمن یک رای گیری اقداماتی علیه این هیولای دوسر شروع کنه. آقای خواهش میکنم، خواهش میکنم. همکاران پرحرات بنده، اتهامات بی ربطی به حقیقی به تقصیر بارده شد. بنابراین اجازه میخوام که به چرت و پرتهای کلونل جرار پاسخ محکمی بدم. من وسایلی رو به خدمت گرفتم که دانش و تکنیک زمان خودم بهم ارزانی داشت است. برای مثال میشود این لیوان آب خوردن برای بده بیارید؟ حال ما میخوام بفهمیم که این آب مسموم شده است یا نه. ماده مخصوصی زیر ناخنم دارم که کار را آسان می‌نماید. مثلا اگر سمی باشد رنگش سبز می‌گردد. یا خوشی آقا. خاک بر اون سرت بشه بی ارزه. اشخاصی قصد جان من را کرده بودند. خواهش می‌نمایم. بفرمایید. ایشون داداش کوچیکه جیمز باند. بله میشناسم. خب حالا نظر کلونل جورج چیه؟ آیا طبق عقیده ایشون هنوز باید متکی بر روش‌های سمک عیار و مهتر نسیم باشیم؟ نه آقایان، دست بردارید. وقتش رسیده که به واقعیت فکر کنیم و سعی کنیم از گام‌های زمان عقب نیفتیم آقایان. هیچ میدونید در سال گذشته چه عملیاتی توسط ماموران دو سه طرزی و پیاده شد؟ همانهایی که جناب کلونل جرار اسمش رو گذاشته متدهای مریخ جاسوسان؟ ها؟ میتونید حد بزنید چه؟ شما حضورتون به من نمیرسد. بله اونها 1224 ماموریت انجام دادن، البته با درصد بسیار ضعیف عدم موفقیت، با و یا بدون اجازه کشتن. اینها ارقام نمایو ارقام ارقامی گویا روشن. بله حرف دیگه ندارم. بس فکر کنم خواهش میکنم.
معرفی و انتخاب دبیرکل سندیکای بین‌المللی جاسوسان جزو دستورات این مجمع بود. من فکر میکنم برای دبیرکلی همه به یک نفر رأی میدن. آقای تان، خواهش میکنم. این خاص پیره کنمان آواز میخونم شغل خودم عالی بود، عالی بود. وای لبیلا، انت حیرت انگیز، انت برای حرفه جاسوسی یک نبقیه مخواه. از این بانهایی که زیر بقیه میگذاره تیمان کنید. واقعا باعث افتخار ماست که شما دبیر سندیکا. نه 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 نه، باعث افتخار بنده است که شما مرا به دبیری پذیرفتید. بدرود، گود بای، با آقای لیدا، هر وقت دستور عملی میخواستید زنگی بشه بزنید. تشکر دارم، خدا حافظ. آقای تان، آقای تان، فوراً یه آمبولانس خبر کنید. بزرگ، این میکروفیلم ها تو جبه اون آقا خنگه دوزیدن. آفرین سابرینا، دست پند بی نظیر یا آفرین، تو اوقلاده است، تو میتونی به زودی یه مامور 2-0 مجرب بشی. خواهش میکنم آقای استرید، اگه بیش از حد معمول اصرار کنیم میترسم نتیجه عکس انتظارتون بشه. برای جوان شدن دارویی وجود نداره که بشه روش حساب کرد، اما حضور شما به من انرژی خاصی رو هدیه میکنه که متاسفانه مدت هاست فراموشش کردم. بذار آروم باشی، تو سیر میکنم غذاهایی بخورید که در تکثیر سلول ها موثره. آه کلاریسا، چقدر تو رو دوست دارم، خیلی ثروتمندم. کمپانی من سالی میلیون ها دلار درآمد داره. تو که خودت میدونی من صاحب بزرگترین کارخونه های تولید مواد غذایی در دنیا هستم. اگه تو من از خودت برنجونی در کارخونه ها میبندم و بشریت با کمبود غذایی مواجه میکنم. آفرین بر شما، چقدر جالبه که منم میتونم با یک اشاره ساده کسی رو که قادر به تمام دنیا گرسنگی بده گرسنه نگه دارم. ولی نمیخوام این کارو بکنم. بخور. یالا دیگه معطل نکنید، بخوری. بله، 24. بسیار خوب، الان میام. کلاریسا، یه بیمار تازه داریم، باید برم ببینمش. پس منو امشب ببین، ساعت 9 منتظرتم. شاید اگه با پیشنهاد شما موافقت کنم غذاتون رو میخوری؟ بله، همشو میخورم، همشو میخورم، همشو 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 چشمم کور، همشو میخورم. سوسن پاک درها، آفرودیت الهه عشق، امشب بیا در آغوشم، بیا در آغوشم، نکن فراموشم، نکن فراموشم، بیا در آغوشم از عشق عزیزم، هری که من بکوشم، من عاشق رو پوشم. تو من دوست داری، آری آری، سر به سرم نمیذاری، آری آری. به سویت میخرم و یارم از میخوام، اشتباه کردم، خطای باسره بود. به دنبال دکتر کلاریسا میگردم. نمیدونید کجا ممکنه باشه؟ آه تو شماره 24 گرفتاری. آه تو شماره 24. فهمیدم بار اول کجا هم دیگر رو دیدیم. در مونته کارلو بود، در روم بود، جان در میلان بود. راحتتون کنم، من هرگز از جنف تکون نخوردم، زندگی من محدوده. به هر حال پنداری که من با این چهره زیبا مدت هاست که سرسری دارم. ببخشید، میترسم براحتتون. به طبعا خیلی هم خوب هست، منتون رو هم دارم، به شما رو خیلی میپسندم. چشم سیاه دارید، صورت ماه دارید. میکشمش. ببینم بنده را کجا آوردید؟ به زودی میفهمید، فعلا اینو در بیارین. یعنی باید لخ بزنم؟ البته. چرا شما لخ میشید؟
آه چه چیز نازیه، قشنگه که قشنگه، ولی ترجیح میدادم دو نفرم وجده. آقای تان پای شما شکسته، شما اومدید اینجا که معالجه بشید، یادتون باشه که پاتون شکسته. ولی تکلیف قلب شکسته ای بنده چی میشه؟ باز شروع کردید؟ بس خواهش میکنم به جور کنید، دو چرخه سواری خطرناک جان شما، مولا بزرگ من هم مجبور دو چرخه افتاد گردنش شکست. نگران نباشید، این دو چرخه کاملا اتوماتیکه، شما فقط ریلکس باشید. ریلکس ریلکس، برای شروع میذاریم رو سرعت 30 کیلومتر در ساعت باشه. 30 کیلومتر باشه، 30 کیلومتر بیشتر نشد ها. سفر بخیر. بون ویاژ. با مزهک هست. حالا پدرتو در میارم میذارم 100 کیلومتر در ساعت. حالا لبچیم بزنم گرداره. آقای اسری جان، چی برام آوردی کلاریسا؟ سلول زده خرس قطبی بفرمی. با این همه سلول خرس خوردن خودم با هر روز جوانتر اسم میکنم، هر روز جوانتر و قویتر میشم. الان اسم میکنم خانه خرسه شدم. متشکرم. تا از فردا بهم زنجیر بزنی. خواهش میکنم، برای غذا تاخیر داره. چشم کلاریسا چشم. حالا بازم هم چی بزنم. خیلی بچه هستم. چی؟ انشالله که خدا بدتری بدهد. آقای اسری دیگه سرعت دوچرخه رو زیاد نکنی. آها ای کلخر. بس از دیگه بابا، بس از حالی بالی میکنی. بس از این کل برای دردای مفاصل بهترین درمانه. من تا 10 دقیقه دیگه برمیگردم. چرا انقدر زیاد؟ زندگی همش بازی. کلاریسا جان بیا تو هم با دیگه گل بازی کنیم. بیا دیگه. آره موازی باشید، بازم رو کثیف میکنید. خب درش میارید. خواهش میکنم آقای تاندام زده، من دیروز محشری به پا کرده بودم، مرد تندخویه. آه پس بنده رقیب هم دارم. خیلی پول داره، ولی اون چه که از همه مهمتره جدی بودنشه. حاضرم با سلاح پول مبارزه کنم کلاریسا. تا 10 دقیقه دیگه ترتیب کار میدم. خیلی خب باش، تا 10 دقیقه. هم خودت اصلی خیلی معذرت میخوام که شما رو کشت. سلام آقا اسره، تزدیک سند سه برزر بودی بنده اسلام. بازم هرمون؟ بله البته مال شامپانزه است، شامپانزه کاهوتا که در آفریقا دیگه. مال پاتاگونیا بهتر بود. نه نه اونا کم خونن. نظرتون چیا بسری؟ نه شما از این نظران نگید دیگه، نظر من قبول کنید، برای اینکه من بهتر از شما میدونم. جان شما این بهترین شامپانز است، نیپر بالو درخت، از پایین نیپر بالو. بلی خیش تیپتون خیلی جالب میکنید. خوش کنید. یواش بزنی ها، اون دفعه خیلی درد داشت. من نبیدم بود.
چه پشمولوه. چه معطلی. اینجا رادیو ژنو، ساعت 3 بعد از ظهر. آقای استری؟ تزریق ساعت 3. نه نه دیگه بس، مگه یه رو چند تا 3 بعد از ظهر داره؟ الان یه صبح دیگه میتونی. خب دیگه نمیخواد من پول بزنی، خجالت داره، مثل بچه‌ها از آمپول میترسی. اگه این آمپول رو بهت نزنم چه بد بشه؟ چه خوب بشه؟ من آمپول نمیخوام، همه جونم داره درد میکنه. وای وای کیوت. شما مادر مقدس هستید درسته؟ نه من کلاریسا هستم. کلاریسا؟ بله شناختمتون. شما سرهنگ کلاریس هستین. در 1930 دیدمتون تو ماداگاسکار بود فکر میکنم. به هر حال تو جنگ اول جهانی بود ها، اون موقع سوئیس به اونان اعلان جنگ داد. درسته؟ خش هیچ کس حالا منو اینجوری نبوسیده بود. میدونم هیچ کس نمیتوند مثل من ماچ بوس بکرد. ماچ همه مهر استاندارد دارد. وقتی فکر میکنم یه روزی از اینجا میری قصم میگیره. جدی؟ از خدا میخوام تصادف دیگه رخ بده و تو اینجا موندگار بشی. عشق گرامی بنده الطاف تو باعث معطلی اول این نامزد تندخویت چکس الاولی نشان خواهد داد. لازم نیست نگران اون باشی. من پیشبینی میکنم که اون احتمالا مجبور باشه همه چی رو از نو شروع کنه. انشالله که پیشبینی تو درست بیاد. کمرسا جانم. آقای تانس جان، حمام شما حاضر. آه چه لحن حرف ماوانه ای بسا. خوب گروه پدر هیچ کس خودم را برای هر گونه عذابی آماده می نمایم. آب معدنی رادیواکتیو با حرارت 30 درجه. بعد از همان برای بنده خوش بیاری. مشتمال هم تماش نشد. من از عقرب نمی ترسم ولی از سوس می ترسم. روتل نامور من از پس دیوار می آید. رفتم تو اپرای آیدا. از اپرای آیدا هم رفتم توی وان همم آخ. آخش آقای تانت؟ جیمز! مأمور مخفی جیمز تانت در یک کلینیک سوئیس درگذشت. اتفاق یا قتل؟ جیمز تانت مرده است. آقایان این پیش آمد برای سرویس ضد جاسوسی انگلستان ضایعه جبران ناپذیریه. ضمناً در سرنوشت دنیای آزاد هم اثر عمیقی داره. ولی مردم اخبار دقیق‌تری میخوان. قربان این مأمور رسیدگی شده. چه علائمی باعث شده که فکر کنن یه جنایته؟ آقای فرانک بلانک مسئول تماس با جرایده. ایشون تمام اطلاعات در اختیار شما میگذاره. خواهش می‌کنم. شماره 6. بله. اومدم که ادامه کارا رو نظارت کنم. من که مشغول کار مهمم. شماره 1. فکر میکنی اثر کنه؟ البته چون در آزمایش اول اثر کرد. شما که بودین. دیدید؟ داری کم کم سال میشه. تجربه کار خودشو کرد. آب ببینید، ببینید یه خواب شد، آب شد. دستگاه منونو به تنفس کشیدن انداخت. کار من دقیق و بیهی جمع نکنم. به خودم اجازه میدم و توجهتونم به رنگ سبز بدن آقای تانت جلب میکنم.
یه عیب جزئی که رفت. شما به این میگید یک عیب جزئی؟ من یک مامور سبز پوست بشه دردم میخوره، هر جا که بره فورا شناخته میشه. این یک عیب خیلی بزرگ آقا. انقدر جوش شده شما رو یک منه که کشتید که خلاص سبز شدم. شگفت انگیزه برای بود به این بودم. من یه نابغه هم جوان عزب کله گرد قلوم میدارد مثل تروبچی ناغوی اینجا رو بخونید. کجا رو بخونم؟ اینجا. تمام انگلستان به خاطر مرگ جیمزتون عزادار میباشد. چطور ممکن است؟ بدون اینکه خودم متوجه کردم مردن؟ آه دیدید؟ رنگ شما بد شد سنیده باید خودم. ولی چه خبر شده؟ من کجا هستم آخه؟ باید ببخشی که بهت نگفتم، ولی برای یه ماموریت جدید و به کلی سری مجبور شدی به همه اعلام کنی که تو بردی. آخه چگونه؟ یکی از ماموران ما گوشت بدن شما رو یخ زده کرد. گوشت یخ زده شدن؟ بله در زنیست منو به دستور من. کلاریسا چه شده کجا؟ تو شب رو بذارم فکر کنی. فراموش کن تانت، یک کار خطیری پیش اومده که فقط از عهده تو برمیاد. جنایتکارای برجسته یه سازمان خرابکاری درست کردن. این سازمان در نظر داره که در مورد یکی از مظاهر بزرگ دست به خرابکاری بزنه. ولی ما نمیدونیم هدف اونا چیه. نمیدونیم اونا میخوان به پیروان کدوم یکی از مذاهب ضربه بزنن. تنها چیزی که میدونیم اینه که اونا اسم طرحشون رو گذاشتن عملیات دی یو ای. متوجهی؟ بالاخره کافاشون رو میرسن به همجان تو. تنها چیزی که داریم یه رد پای ضعیفه و همین رد پا رو هم باید دنبال کنیم. چند پیش عده ای از سی پی آی بیبندوار برای یک پول جزئی به کارخونه در هومه لندن دست برد زدن، اما ما متوجه شدیم که منظور اصلی اونا دزدیدن یک دستگاه علمی به نام سینکرون بوده. سینکرون یه المنت سینکروفازاترونه، یک ابزار علمیه که در انفجار سلاح‌های هسته‌ای به کار میره. اگه محاسبات ما درست باشه، اونا برای سرقت دستگاه سینکرون که در وستمورلند ساخته میشه دو مرتبه اقدام خواهند کرد. آه کجا؟ در وستمورلند. مگه پلیس اونجا وجود نداره؟ به اونا گفتیم در این جریان دخالت نکنن. دلایلی در دست داریم که چند نفر از ماموران سازمان خودشون قاطی دار و دسته هیپیا کردن. خب بنده این مثلا چیکار هستم؟ اول یه نگاهی به اینجا بندازیم. بریم بندازیم. گویی یک نفر نفله شده. اشی جنازه تو اتم. بهتر از اینم میتونستم برگزار کنن. سربازا پاشون یه میزان برای میدارن. تمام دنیا فکر میکنن که تو مردی. بنابراین هیچ گونه مشکلی برای مخلوط شدن با هیپیا نداری. هیچ کس کوچکترین شکی نمیده. مشکل ما رو فراموش نکنید. اگه اونا بخوان به وستمورلند حمله کنن، تو باید چشماتو خوب باز کنی. ولی کله شقه و دعوا مرافع نکنی، چون باید رئیسشون رو بشناسی. دور زنا رو خط بکش تا رهبرشون رو بشناسی. اشکال نداره دور زنا رو خط بکشم، ولی اون اسمش چیه؟ یارو چیزه؟ سینکرون. سینکرون و فازو رادیواکتیو ایجاد میکنن. این یک دستگاه مینیاتوری رادیواکتیو شناسه. با ایجاد لرزش بسیار خفی در سوراخ‌های بینی وجود رادیواکتیو رو بهت نشون میده. برای مثال این رادیواکتیو ایجاد میکنن. کار میکند. حالا یکی از آخرین شاهکارها رو بهت نشون خواهم داد. مایه رادیواکتیو شناس. این مال مواقع استراریه. یاد باشه گفتم مواقع استراری. کور خوشی شما. حالا اگه یه قطعه اش بریزی پلیسا هر جا باشی خودشونه میرسونن. مواظب خودت باش. هیچ گونه وسیله دیگه‌ای برای تماس نداری. به محض اینکه قاطی هیپیا شدی باید مواظب خودت باشی. باید سعی کنی هر چه زودتر تطویق قضیه رو در بیاری بدون اینکه شناخته بشی. از فردا صبح اسم تو میشه بینگو کواسکی. جان بینگو کواسکی.
شما از کفتر خوشتون میاد؟ آره عاشق کفترم. من هیچ از کفتر خوشم نمیاد. بزنید دیر از چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ کیلو آنجلا رو گرفتنم باشم از بیخ زد. سلام سلام گروه ها. اسمم کوسکه. کجا میتونم چند تا نعره بگشم سبک بشم؟ کجا میتونم یکمی قر بدم؟ تو میتونیک بر تو میتونیک بر خیلی خوب است. بای بای بردی. Sky, 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 now I hate the sky, but I don't know why. I don't like the sky, 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 now I hate the sky, but I don't know why. I don't like the sky. Yeah, 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 yeah. When I met, I'm really mad. When I said, the moon said, when I had, اون گربه هوشیار محافظه کاری به نظر میرسه. سلام علیکم. سلام. من میگم یه چیزی بارشه. کی هست؟ اسمش کوواسکیه. بینگو کوواسکی. ببینم ما یه پیشیت هست بهم بدی هلن. چقدر میخوای؟ اگه 400 پوندی بهم بدی روزم دوباره میشه. باشه. بگی. همه شونو بذار رو میز. شما هم احتیاج دارید. آره بابا چه If I love, I really love. When I find my angry girl, she shall be a big bear because she hates like me. This is the angry music. This is the Binnip song. If you come mad for my music, get up, come with me. When I say. اون کفترکیه که این همین مایه داره. اسمش هلن. هلن هلن. یه اسکاش بده بینیم. اینو من میام بالا خانم چه؟ حالا بشت نشان بدم خانم چه کیه ببین؟ خب حالا میخوای چیکار کنیم؟ راستش بنده دوره عقیده هستم. گوش بدم. عقیده بنده این است که شما دستی به سر گوش بنده بکشید. اشکال نداره، من خیلی دوست دارم و سکتیله ها بازی کنم. خوب هسته، شما با سکتیله ها بازی کنید، بنده با تون سکت ها بازی کنم. انشالله انشالله. خدا حافظ گربه ها. قبول دارم، تو وست مولد. ولی دفعه دیگه تلفن نکن، ممکنه کنترلش کنم. خیلی خوب. موزیکو قطع کنیم. گوش بدیم بچه ها، نظرتون راجبه گردش در اطراف شهر چیه؟ یه دقیقه صبر کنیم، با هم میریم کمپینگ تو وست مولند. زنده باد. یالا بچه ها تو هم میایی کرکس؟ یالم دواش شماست؟ نه بابا، تازه وارد رو با خودش برد. تازه وارد؟ این کلبه ای من بینگو آلیه. خب خونه اینجا هی میتونی اینجا رو مثل خونه خودت بدونی؟
ایگو سور ما زیاد شده یا چیز دیگه ایست؟ تو بیتنیکوار تو با خیلی آشنایی داری؟ تقریبا همه. ولی من هیچ کسی نمیشناسم. یه اسکاش میخوای؟ نیکی بزش چیک 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 به امید این که دوستی ما خیلی دوام پیدا کنیم. ایوانو اگر همه چینجا مسئله میری باشد که واویلاست، چون ما میخواستم تو را در آغوش بگیرم آنچنان که نفست در نیاد. ولی نمیشد اینجا که میدونی اینجا همه چیز کهنه و کثیفه. آره. همه چیز پر از گرد و خاک داره میپوسه. همه چیز جز تمنای من که مثل چشم جوشنده حمایت از مصرف کننده رو در نظر داشته باشید. تا اضافت متنفرین به نظر ما زندگی در آشغالدونی بزرگترین لذته. پس اگه بگم من سفور محله بودم نظر جیب شما خوب بس. دلیل اینکه این همه تمیز و معطر هستی چی؟ آخه برای گرفتن ریشم تراشیدم به زور خودم هم پلیس نه با محافظای باغ وحش نه 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 تو رو کثیف میخوام. برو خودت رو کثیف. آره آره خودم لجن نمیکنم. خودم خاک بری میکنم. خاک رو ببر کجا بری اونجا تو زباله دونی. تو زباله دونی الان میرم سطح رو بسکن. آره آره الان میرم سطح رو بسکن. الان میام سطح رو بسکن. کجاست با در یه قالبی در اومد بابا. آه چه سیکسی شدی. بذار تو خوب نگات کنم. جدن بی نظیر بونگا. بیا مال شما هستم. هم خودم هم آشغال هم چرا آدم خراب میشی بابا؟ این رو اتم آمدی بود میخوامت. شماره یک. چه شماره شش؟ هیپیام نسمورلن حمله کردن. چه؟ یه سوپرمارکت فرستادن هوا. یه کارین دخترانم در محاصره گرفتن. توبه سوءزنهای ما بیمارد نبود و پلیس دستور بدید هیچ گونه اقدامی علیه این اسیانگران به عمل نیارن. ولی اونا تا اون دایره رو ویران بکنن جانهای وارده رو میپردازن. مهم اینه که پی ببریم پس پرده سر نخ دست کیه و در این مورد جیمز تاند که مطمئنن قاطی اوناست به موقع اقدام میکنه. پندوری یک نفر در زد. منم همینطور فکر میکنم. جنابالی با کسی کار داری؟ الان میکشم تو. چی؟ ایشون گفتم سلاخ هست. اون نامزده منه کورکاسه. الان میکشم تو. میکشم تو. اینا پشه این مخشم رو چی کاره کنه؟ چی کاره کنه؟ نه روخست چی کاره کنه؟ چی کاره کنه؟ شما تستن گو کن بیا دیگه چی کاره کنه؟ بیا دیگه بامشا چرا آدم آخو؟ بیا چلا دندم شکست بگی بسه بگیرم اش دیگه تو میگیری آی آی مرز زبانه با من لد شده. الان میخورم دماغ تو تیکه باره میکنم. من نپختم هنوز که شما بخوری. ولی چشم من چشم من من چشم دوست دارم. گوشم رو بگیر. گوشم دوست دارم. گوشم بهتره. آی چطور میزنی آره؟ کجایی؟ آخ تو چرا منو میزنی آره؟ بیا منو بگیر ببینم بابا. بیا بگیر میمانو با ترکیب الان قرتت میدم. وای مادر خدافز خدافز. یالا یالا بیدار شو. یالا بیدار شو پسر. بذار ببینم نکنه اینجا رو با یه مسافرخونه عوضی گرفتیم. سلام علیک بینگا. چه شبی هرچی به دنبال خواب میدویدم از من فرار میکنم. گرنده نمیذاره بخوابی. کاش گرنده بود. کورکاس بود بابا. بخواهش بخواهش. سلام علیک. سلام علیکم. علیکم علیکم سلام علیکم. سلام میگو. حاضری با این تمرین؟ الان دل دماغشو ندارم. بعدا بابا. باشه. یه بلادیمری واسه ما بیار ببینم بیت. ای دیوونه. ما
کجا را نگاه میکنی؟ منم شماره یک. تو واقعا خنگترین مامور مخفی دنیای. باید انقدر بزنیمت که باد کنی. هیچ میدونی دیشب که با اون خانم چه خلوت کرده بودی؟ چه اتفاقی افتاد؟ نه نمیدونم، هنوز روزنامه رو نخوندم. پس بهتره بخونی. دیشب افراد انانگوسیخته هیپی به وستمورلند حمله کردن. از مرکز الکترونیک دلتا یک فاز به سرقت زفته احمق. دقیقاً همونطور که شما گفته بودید. بهتون تبریک میگم شماره یک. شما رو تبریک میگم. خب عاشق میشه هر چه زودتر باید سر در بیاری که سرقت اون دستگاه الکترونیکی کار کی بوده، وگرنه خله درجت میکنم. چشوری زندان دیگه زنها رو به کلی فراموش کن. بن کن خودم رو خوب فهمیدی؟ کاملا فهمم شما قربان. خدمت کنه دارم میاد. مکامله تموم، مکامله تموم. اگه تشنم بود که تا بال مرده بودم بابا. چه عجله ای داری؟ الفا یک و الفا دو، اینجا الفا یک، جواب بدید الفا دو. اینجا الفا دو، گزارش بده. عملیات انجام شد، دستگاه در اختیار منه، در انتظار دستورم که هر چه زودتر حرکت کنم. آخر رسوندن عملیات شماره دو جنبه فوریت پیدا کرده. در جلو انداختن مراحل باید تسریع کرد. من مجبورم با سینکرون و فاز خودم رو به فلوریدا برسونم. هر چه زودتر حرکت کن. اوکی الفا دو، تو دو ساعت دیگه پرواز میکنم. بینگو، بینگو، کورکاس از بیمارستان اومده بیرون، داره میاد اینجا که ما رو بکشه. چی الان؟ زود باش با هم فرار کنیم، عجله کن بینگو. بهتر است از هم جدا باشیم، بهتر با هم دیگه نباشیم. سلام نیست، عشق ما بیش از یک شب ادامه داشته باشه. عزیزم یه شب دیگه پیمان بمون، خواهش میکنم، فقط یه شب دیگه. من مثل فاگانی نیستم، چیز رو تکرار نمی کنم. بینگو، فرار کنم بابا، تمیز شد. بینگو رعداد کردم ناکس، الان ستون فقرات رو خورد میکنم. خانم جان این میخواد ستون فقرات من رو خورد کنم. بزر بیام بالا. یلا بپرپایی بپرم اگه کش از سیونو بپرم اگه باید ندارم بپرم. خیلی خوب، حالا نگردشتم، بهتره پیادشی. آخه باید ترافیک خرطوخاری کجا برم؟ زیرم میکنم بابا. برو بابا، برو جلو. دوست نداری من همراهت باشم؟ وقت نکردم دربارش فکر کنم. در صورت بعدش کمی با هم باشیم. باشه، یه وقت دیگه. ممکن است فرصت نشد پشیمان بشید. کمی موزیک گوش کنیم. نه. اندکی مترنم میشوم. هرجان. سرما خوردی؟ حساسیت هست. وقتی دوشیزه زیبا رو میبینم این حساسیت اوج مینماید. باید بگم فشاری تو داره کم کم جالب و بامزه جلوت میده. توی چهار دیواری جالبتر و بامزه تر میشم. من توی یه موتل در حومه لندن زندگی میکنم. امیدوارم تو با خاک رو به علاقه نداشته باشی. اینها اینجا کلبه موقتی منه. جای با صفا بوده نیست. تو من یه نوشیدنی آماده میکنم، تو برو یه ساندویچ چیزی رو برو کن. اندیشه نیکویست. ما همش ولو میشیم بابا. عجله کن دیگه، الان میپرن. اکنون بال برمیرم. برای جلوگیری از جیم شدن شیطانک لازم است. دو تا ساندویچ جانم. با پیاز؟ مگه پیاز هم میشه خرید؟ اینجا فقط پیاز میبینم من. اون وقت میگم پیاز نیست.
آه چقدر چشمم سوختاند. شما هم از اینجا یه دم برن اون پاش همه سنگر بگیرن. مطمئنین تام در همین نقطه است؟ بله کاملا مطمئنم. ماشاتفیل آه بگو ببینم آه چی شده؟ آه هیچی شماره یک پیاز بود عشق از مشکم سرازیر گرد، اما حساسیت بینی باعث شده تو شخص مورد نظر بشناسم. دخالت شما ممکن است همه چیز خراب کنه. از این تصادف ناخوشایند و غیر منتظره به سود خودمون بهره برداری می‌کنیم. شما ترتیب وضعیت 24 بدید. آن وقت وضعیت 44 نیست که وضعیت 24 گنجش مرز منو بدن که همه چیز عادی به نظر بیاد. نه قربان میترسم همچی شما رو بزنم که از زنه اینگه دستوره. آخه من زور بازون زیاده ها. خیلی خوب مسخره بازی در نیارتان محکمتر بزن. بسیار خوب بسیار خوب. مقه بیشعور محکمتر دست فاکر افتی. های بله شدن فاکر افتی بزنمش. هی وضعیت 24 جدی جدی که نیست سیربل میکنین. همه تونه میکنن خره تامه شلیک کنم تو باید بمیری بازی رو بلد نیسی. وای میسره که خلا خب اگه مردی میاد بچه اگه من خیال کنه میتونه حریف من بشه کور خونده. اگر مردی خودتون رو نشون بدون جواب قایم نشه دفعه دیگه بگین چند تا مرد بیان دنبال من. بابا بینگو تو واقعا معرکی. ای بابا یک بازی بچگانه بود ولی تا میتونستی بشه بگی که خرگوش. خرگوش سردر نمیارم چون که آنها دنبال تو میگشتن. با وضعیت کیفری من ابدا صلاح نیست با دختری که بدنش پر از جراحات و خراش های اتمی تو لندن میگردن. تو همه چی رو میدونی؟ مردی که چند لحظه پیش درازش کردم بهم گفت لندن داره کف پاهامونو میسازونه. آزاد بشم من تو هواپیما فقط یه جای دارم. انتظار داره که من اینجا بمونم؟ منم به خاطر تو این ماجرا گرفتار شدم. بلند میمید که از این معامله بهره ببرم. میفهمی که فکر میکنم حق با تو باشه. بیا بریم. آه شیطانکو لاستیکا رو سوراخ کرده. باید عوضشان کنی. بای خدا جا کرکاست نگاه کن. کلمشون برای تو مثل آب خوردن. آره ولی مادرم وصیت کرده که فقط با پلیس ها سرش آف بشن. خودتو به همه چسمون. آره بیتون این دفعه یه کاری میکنم که لالت دنیا بری بود مچه. لعنتی باز پیاده شی زودتر بیا پایین تا حساب و هندسته تو با هم برسم. اگه پرم به پرت بگیره گه چش میکنم. اینجا امریکاست؟ مسافرت لذت بخشی. هی مری خوابی موهات افتاد پایین. واقعا خیلی راحت از انگلیس آمدیم آمریکا. اما موهات چی شد؟ موهام قلابی بود ولی خب علت سیاسی داشت. اما پیش خودت بماند تا تو دومی نفری هستی که میدانی. خب اولیش کی بود؟ یک خوشگلی بود که نتونست راز من نگه داره اون وقت. آقا موهات خیلی متشکرم. بیا نمون تو بسر کن. متشکرم. بای بای رابط. هی مامان منو نگاه. فیلیپ کجا داری میری؟ برای اینها رو یادت باشه زود برگردی خونه چون بابا دستبانی میشه. خدافظ. تو خیلی زره
زرنگی میدونی؟ نه بابا انقدر هم زرنگی نیستم، فقط طبیعت به ما مهربانی کرد. به رئیس معرفیت میکنم. عالیه. این کار کوچولو رو به خاطر اون انجام دادم. رئیس کارخونه عظیم مواد غذایی داره که میتونه نصف آمریکا رو غذا بده. مهم اینه که به ما دو نفر نان و قلمونی بده. این یک حقیقت شناخته شده است که با تکنیک های مدرن میتونیم آب بدن جانداران رو بگیریم و بدنشون رو فشرده بکنیم. و وقتی که این کالبد فشرده در مجاورت آب قرار بگیره دوباره به حجم اول برمیشه. این آزمایش برای توضیح بده پروفسور، خجالت نکش، حرف بزن. چشم، من این آزمایش رو با نتیجه شگف انگیزی روی انسان انجام دادیم. یک انسان 80 کیلویی تبدیل شد به یک مقبای 180 گرمی که در هر چمی دان جا میگره. بی نظیر رئیس، ولی چرا میخواید آزمایش رو روی آدم آلمانی انجام بدیدید؟ گوریلای عزیز، درسته که عضلات تو ورزیده و در هم پیچیده و نیرومنده، ولی متاسفانه مغز حضرت عالی پوک و استعدادی نداره. کاملا درسته. فکر میکنی دلیلش چیه که دستگاه تهیه مواد غذایی بدون آب رو در اختیار سازمان فضایی گذاشتم که مثلا اداره امور حکومت فدرال رو در دست بگیرم، یا افتخار کنم که غذای کیپ کندی رو میدم؟ زیر هر یک از کارهای ساده رئیس نقشه حساب شده خوابیده. فون برگن تحت عنوان غذای بدون آب وارد کیپ کندی میشه و جانشین فضانورد در داخل کپسول فضایی میشه و وقتی با کپسول به فضا پرتاب شد، ما میتونیم به اون دستور بدیم که کپسول رو در ناحیه نزدیک جزایر قناری داخل نظر ما زیر کلاه اگه کپسول نمیده. درسته، کاملا درسته. متشکرم. سینکرون و فاز هم اکنون در اختیار یکی از ماموران ماست، به زودی برامون میارتش. باید بگم این دو دستگاه رو از دانشمندان دولت فخیمه بریتانیا به امانت گرفته. بله. خانم هلن کلینز راه نماییش کنید. بیایید بیایید تو خانم کالینز عزیزه، دیدارتون خیلی خوشحالم. دیدار مجدد شما غرق در افتخار و سعادتیم. متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید. کارتون بی نقص عالی بود، به وجودتون افتخار میکنیم. خب کیف کجا؟ اول دلارا. هلن کاری نکنید که حوصله‌مو سر ببرید. فلم کنید، خیال میلیونر شدن از سر بیرون کنید، چون فکر خام و بیهوده ایه. من حتی یک سنت هم پول بهت نمیدم، حتی یک پول سیاه. اون چمدونو بده من. دلارا چمدونو بده من. لعنتی. بی حیا، این دیگه چه حقه ایه؟ سر من مغز نیست؟ بگو ببینم فاز و سینکرون کجا گذاشتی؟ اگه قرار دادمون محترم نشوری هرگز کجا گذاشتشون؟ یلا حرف بزن. نه. اون پولا رو هرگز صاحب نمیشی. هرگز. حرف بزن میفهمی؟ حرف بزن. تنها چیزی که برسنده ای توی لقب نامرده. ات قول میدم که حرف میزنی، اینو ضمانت میکنم. حالا خواهیدید. نه به من دست بزن. به من دست بزن لوپس. نه ازتم نکنین. این که جیمز تانته، از قرار معلوم نمارده. اونو قبلا میشناختین رئیس؟ آره چه جورم میشناختمش، تو ژنو دیدمش. کالینز یک کار درجه یک انجام داده و واقعا بهش افتخار میکنم. افسوس که با به میون آوردن اون ناشناس ارزش کارش از بین برد. اینجا رو دیگه بدشانسی آورد. خدا رو شکر که همیشه با همینجا یه میکرو تنفس دنده رو همراه خودم دارم. بخورید عزیز، ما چند لحظه دیگه با لذت اونجا رو
بابا من چی بکنم؟ تو جیب کوچولای خودم تو جیب کوچولای خودم عجله کن یه دندون درش بیار زود باش زود باش بابا. یه دندون. آره چی حال تو با هم میزنه بذارش تو دهنم. آهسته یواش عجله نداشته باش بیا آخر ما اعضای اینتلیجنس سرویس همیشه یک دندان از جنس تونگستن قابل هم در دهان با خودمون داریم. گفتی اینتلیجنس سرویس؟ بله هلن، من مأمور مخفی تانت هستم، جیمز تانت، داداش کوچیکه جیمز باند. جیمز تانت؟ بله. در این صورت بهم کمک میکنی تا از استریت انتقام بگیرم؟ من به همین خاطر نه جیمز، اونا یه نقشه شیطانی طرح کردن که به کیپ کندی راه پیدا کنن و به جای فضانورد داخل کپسول یکی از اعضای خودشون رو بذارن. یکی از اعضای خودشون؟ بله، میخوان از کپسول فضایی دستگاهایی رو بدوزن که مکمل دستگاهایی که من دزدیدم. یه فکر به نظرم رسید. صبر کن اینجا، برو من. جیمز. همونجا هستی. ترتیب دوستت داده شده جونی، حالا نوبت توه. بله من میگم نوبت خود توه گوریل لعنتی. تو جدا مطمئنی؟ گفت برا گرفته. من همیشه یه مینی مسلسلم همراه خودم دارم، جاشم تو پاشنه کفشم. سب کنه جاما اما امان است. موفقیت عملیات شماره دو فقط به شما بستگی داره فون درگن، ما جز صرف کردن کار دیگه ای نمیتونیم انجام بدیم، البته در سواحل جزایر قناری. دول من وقتشناسم. همه چی آماده است؟ ماشین آبگیرنده آماده است قربان. خوشا یا دنکشم. خوبه، در این صورت فقط مونده این که دست هم دیگر رو فشار بریم. روی دلفین آبی هم دیگر رو میبینیم. یا بول نکردنیه. من میگم جمعش کنم بزنمش تو پاکت نامه. پوزش میدارم اما ببین یه پاکت نامه پیدا میکنی پاتو بیار بالا بابا جان. آفرین. آخ درد نگیره، یه تای دیگه هم میزنیم. خوب شد. این بایستی به لندن ارسال بشد، لستر ایمپورت اکسپورت. این آدرس محرمانه ی اینتلیجنس سرویس است. بله میدونم. حالا دیگه همه چیز رو میدونی. بگیرش. راستی چجوری میخوای اینجا خارج بشی؟ نگران من نباش، من محیط کاملا آشنایی دارم. با این حال مواظب باش. خدا حافظ جان. یعنی ممکنه بازم تو رو ببینم؟ والا وقتی کسی دوست داشته باشه به سراغ تو فیلمای سینمایی ممکنه. نه. Thank you.
خدا بزنه جان. قرصا رو فراموش نکنی. فراموش نکنم. اون قرصای زرد است. سعی میکنم هرگز یادم نرد. خلافز. اما میترسم الان جانم. بابا بدا. اما میگم دیگه نمیترسم. اتاق فون برگنو برداریم. فکر میکنم باید تا الان کاملا خوش شده باشه. واقعا که خیلی خوشگله مگه نه؟ باید عجله کرد پروفسور. کامیونی که به کیپ کندی میره بشار ماجین. الو من گلیفورد. بله متشکرم. سلام عزیزم. بله همه چی رو براز. دارم اولین صفونم رو صرف میکنم. البته غذای خشک شده است. آه به غذاهای دست پخته تو که نمیرسه عزیزم. از بچه ها برام بگو. نه بابا چطور میگی؟ بله به خالی بتی بگو که بهش فکر میکنم. میگی که خودش از کنافه انداخت فایی؟ چطور ممکنه؟ اون هنوز بلدیست را بره. همه چیش به پدرش رفته. چی؟ البته که ژاکت کلافتم رو پوشیدم. خب معلومه اون برای عبور از کمربند ون آلنه. البته که میتونی هر وقت خواستی بهم تلفن کن از مرکز هوستون. به همه مگه هم سلام برسون. تو رو خدا به باب سفارش کن از اتومبیل من استفاده نکنه. چی؟ ریکی خودش از میز انداخت پایی؟ اون لعنتی ابلیس زرنگی همه چیز به پدرش رفته. آره همه چیز به پدرش رفته. عذر میخوام از زندگی باید قطع کنم. به زودی میبینم. خدا حافظ. لا 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 گل بونه. برای شمارش معکوس آمده. 189 188 187 186 185 184 183 182. همه چیز حاضره گلیفورد؟ به هیچ وجه میل ندارم با این بازی احمقانه حتی یک لحظه از وقت تلف کنم. تو الان فقط دلخوری. نتیجه اینه که داری میبازی. شما خیلی میخورید پروفسور. البته چون الکل ماده یک روح منو در آشمان ها به پرواز در میاره. تو میخوای با من بازی کنی پروفسور؟ نه متشکرم. یه ویسکی بده.
های استریک وقتشه. وقتی چیه؟ در کیپ کندی سکوی شماره 19 برای پرتاب جیتی 4 از هر جهت آماده است. کپسول مورد نظر در قسمت فوقانی موشک قرار دارد و شمارش معکوس در حال ورود به مراحل نهایی است. اینم فضانورد جک لیفورد که میره تا به کپسول فضایی وارد بشه و در همین حال تکنیسیان های متخصص پرتاب آخرین کنترل خودشونو روی کپسول به عمل میارن. آسانسور جک لیفورد فضانورد و دانشمند امور فضایی رو به بالای برج انتقال میده. بعد از رسیدن گلیفورد به بالا که توسط تعداد از تکنیسیان ها همراهی می شود، نامبرده وارد کپسول می گردد که قرار است دنیای جدیدی را تسخیر نماید. دنیایی که همیشه برای آدمی غیر قابل دسترسی بوده و جنبه رؤیا داشته است. راهنمای فضایی سر جای خود نصب و تنظیم شده است. دریچه های کپسول بسته می شوند. حالا آزمایش دستگاه ها و تجهیزات داخلی کابین آغاز می گردد. شمارش معکوس برابر روش جاری ادامه دارد و پرتاب برای ساعت معین به تصویب رسیده است. 7 6 5 4 3 2 1 0 آتش. سیلاب آتش دود از انتهای موشک به خارج پرتاب می گردد. عجب پرتابی. حالا با آخرین قدرت به جلو. نوشیدنی بده دوست من. بس میکنم که باید به جلو بده دوست قدیمی خودم جامی شر بکشم. بشر خوبیه. از پایگاه بگیری فوق. از پایگاه بگیری فوق. الو جک. چارلی داره باهات صحبت میکنه. چارلی پیر یادت نمیاد؟ آها 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 یادم میاد. بازار قوی صدا آره. حالا عملیات کلاه خود رو ادامه میدی. الان چه سرمه؟ میدونم باید ورش داری. آها آها بله بله بله. اما اصل نیست ها. بارها این کارو کردی. یلا. انجام شد قربان. آفرین. این لعنتی رو حالا کجا بذارم؟ تو قسمت اشنا. آها یادم رفته بود. چه خلبازی هایی. همین الان جاشو پیدا میکنم. قسمت اشنا میگه حتما روش نوشته. طرف دست راست. آها درسته. خب حالا چی؟ حالا دقت کن، یه پیام اختصاصی برای تو هست. کلید خط رو روشن کن. آه حتما استریتم. بله گوش میدم. سلام جک، تو باید با این پسر شیطونت کمی حرف میزنی. آه عزیزم تو هستی. پسرش نمیشه، خونه رو گذاشته رو سرش که واقعا نمیدونه. ریپیت کرده. امروز صبح رفته رو کمد پرید. امروز صبح از کمد افتاده است پایین. آه درست به باباش رفته. همه چی به پدرش رفته. ساعت پیش با عروس چکش در گاراژ تیکه تیکه کرد. چی نیم ساعت پیش در گاراژ تیکه تیکه کرده است ها؟ چه موقعیتی همه چی به پدرش رفته، همه چی به مادرش رفته. توجه کن گلیفورد. ها؟ کماکان چارلی پیر هست که صحبت بکنم. آه چارلی عزیز من ها. من نزدیک دم ترکت نمی کنم. آره حتی بوی تو رو از میکنم. یعنی فورت هران داری از بالای آمریکای جنوبی رد میشه. چیزی نمی بینی؟ چرا؟ از این ارتباط دنیا عین یه نقشه جغرافیا میمونه. حتی اسامی شهرام روش نوشته شده. پیام دیگه رو خط در انتظارته. میبینم که خیلی خواستنی شدی. آه اندفعه دیگه سرم آشی میخواست. این دفعه حتما بچه ها خونه رو آتش زدن ها؟ جک من رئیس جمهور هستم، خواستم به تو سلام. رئیس جمهور خان عزیز، بادا چطوره؟ خوبم خوبم متشکرم، هیچ ناراحتی ندارم. شما حالتان چه داره؟ از اون که سر جدی من داره خوبم متشکرم. انشاءالله موفق باشید رئیس جمهور خان عزیز. گوشت سگتون رو زیاد نکشید ها. متشکرم. توجه کن گریفورد، توجه کن. کماکان چالی پیرو عزیزت باهات صحبت میکنه. یه چیزی رو میدونی؟ چی؟ چراغ سفید روشن شد، قسمت چپه. خب خیلی بده است. اعلام خطره. خب معنیش چی هست این؟ اگه ظرف 20 ثانیه خاموش نشه کپسول در طی 3 دقیقه بعدی منفجر میشه. چی؟ الان وقت شوخی های بیمزد نیست. اگه خطر رو کس برم پیاده کن، برم پیاده کن. اون سردی تو از دست نده، من در جوار تو هست. آره در جوار منه، میدارم آموزش های لازم سود باش، اشار کن، بگو باید چی کار بکنم. یالو در سمت چپ زیر صندلی یه لوله وجود داره. آره گرش بیاد. آها گرفتمش، پیاده بداش کردم تو دستمه. بذارش تو دهنه. گذاشا مثل یه سیگار برگ خوشتم لذیذ بهش پک بزن. باشه
خوبه، حالا ظرف چند ثانیه خواهی مرد. چارلی عزیزم، گمانم تو دیوانه شده باشی ها. در صورت روشن شدن چراغ سفید این تنها راه حل. خیلی متشکرم آقا جان، متشکرم. ولی گوش کن، اگر این چراغ سفید احمر خاموش بشه چی میشه؟ معنیش برطرف شدن خطره. من از خدا همین میخواستم. یه دقیقه صبر کن بابا، الان خاموشش میکنم. بیشتر چراغ خاموش شد، چراغ خاموش کردم. رب عالیه، درجات و علائم الکترونیکی همه چی را عادی عالیه. حالا جواب بده فون برگن، اینجا دلفین آبی، صدای برو بشنوی. یا اینجا فون برگن، صدای تو رو خیلی خوب بشنوم دلفین. تا یک دقیقه دیگه بالای سر ما خواهی بود، خودتو برای ورود به اتمسفر آماده بکن. یا ترتیب همه چیزا میدم رئیس جان. بسیار خوب، مکالمه تمام. کلی افراد و سرنشینان توجه کنن، خودتون آماده کنید که کپسول از آب بگیرید. زنده باد فون برگن. قدم زدن در فضا چطور بود؟ خب بالاخره قطعه ای رو که با اون دو تایی دیگه بهمون امکان میده تا چیزی رو پدید بیاریم که مغز بشر تا امروز راجبش فکر نکرده به دست آوردیم، از این بابت خیلی خوشحالم. فون برگن کجاست؟ رفت کابینش استراحت کنه، برای اینکه خیلی خسته بود. صداش کنید، میخوام بهش تبریک بگم، کارش واقعا عالی و بی‌نقص بود. فون برگن. یا ولی تو که فون برگن نیستی. البته که هستم، میخوام شناسم اونشون دلم بیا. تو اون جاسوس کسبه انگلیسی هستی؟ جاسوس کسبه انگلیسی؟ بگو ببینم. بچه بی طبیعت آی برم کنه داشتم پیروز میشدم، چرا باشم شبیه خون زدی تار. به منظور پخش تصاویری از مراحل مختلف دوره اجلاسی مجمع عمومی نمایندگان مسیحیان جهان که در واتیکان تشکیل می‌گردد، با ماهواره ارلی برد ارتباط مستقیم برقرار گردیده است. تصور می‌رود در چند روز آینده اجلاس مذکور با نتایج ثمربخشی که همه انتظار دارند پایان پذیرد. علاوه بر روحانیون والا مقام، نمایندگان مؤسسات بزرگ ملی و مذهبی و نیز تعداد بیشماری از مردم متدین در اینجا گرد آمده و به عنوان مستمع آزاد در جلسات یادشده شرکت می‌نمایند. مبنای دستور شورا بحث و بررسی در زمینه اقدامات سال گذشته و تصویب تصمیمات تازه در امر بهبود مواضع ایمان در دنیای منقلب و بی‌ثبات امروزی است. متشکرم. حالا دیگه هیچ چیز مانع نقشه من نیست. عملیات دی یو ای در یه همچین روزی، یعنی 13 دسامبر، در اوج مهمترین جلسات شورای مذهبی اجرا میشه. کمانده‌های من به درون عبادتگاه سن پیتر را پیدا می‌کنم و جواهراتی رو که طی سالیان متمادی در اون کلیسا جمع شده تصاحب می‌کنم.
جواهرات رو میبرم به بالای گنبد و اونو در کره‌ای که بالای گنبد اصلی جا میدن. مجتمع سینکرون و فازوترون که در زیر زمین کار گذاشته شده، گنبد کلیسای سن پیتر رو منفجر میکنه و کره حاوی جواهرات رو به مدار میفرسته، درست مثل یک کپسول آپولو. کره مورد بس بعد از طی مسافتی که قبلا محاسبه شده، درست در نقطه‌ای که ما منتظرشیم در اقیانوس فرود میاد و ما اونو با همه محتویات گرانبهاش در اختیار میگیریم. متاسفانه باید به عرضتون برسونم امکان زیادی هست که کلیسای سن پیتر به کلی نابود بشه و از بین بره. به همین دلیل من طرح عملیاتی دی یو ای رو قصر تعمید هم دادم، در هم کوبیدن روم جاودانی. خب آقایان، بهتر بنوشیم به سلامتی و موفقیتمون و استحکام هرچه بیشتر دوستی با آقای تانت. منتها متاسفم که شما نمیتونید در نمایش بی نظیر ما شرکت کنید. خب اگر خیلی اصرار دارید میتونید بنده رو آزاد کنید که بیام تماشا نمایش جهان. تصور نمیکنم که موفق بشید. زندگی شما چند دقیقه بیشتر دوام نخواهد داشت. بعد از آن دریا تماما متعلق به شما خواهد شد. پس بعضی از اوقات برام گل بیارید. میبینم هنوز شوخ طبیعی خودتون رو دست ندادید. خیلی دلم میخواد که گریه کنم ولی موفق نمیشم. تو رو خدا یه باش خواهد نه او یکی از بدم میاد. خواهش دارم آقای استری. لوپس لوپس خواهش دارم. گرگه بیا گرگه بیا. بیا بابا جان بدون پیازم گریت گره. دارم گریه میکنم دارم گریه میکنم. دوران قهرمان بازی دیگه تا چشمی. عشقو عشقو های باقی ها قصدی. من میرم یه حمام بگیرم دو قیقونو بابا امید دیده آر برو بزر گود بابا نو بچان گود بابا یا نو زود باش اصلا کن در قبر باز کن. من میخوام برم توش عجله دارم عجله دارم میخوام برم ببینم. موقع خودم رسوندم. فقط یکی دو ثانیه مونده بود که ریه ها منفجر بشن. فعلا باید تا میتونم عجله کنم من از ریمون خیکی سان پیتر رو بفرستم. با این لاک پشت که هیچ وقت نمیرسه. ولی این یه مدل مخصوصه با انرژی اتمی کار میکنه پسر جون. خبر کنید.
معذرت میخوام دوستان عزیز. جانانه مگه من داغونتون میکنی؟ همش دو علی گلابی حساب. خون سرد باشه رفقا، ما از دوستای شما ایم، هیچ جنگ و خصومتی هم با شما نداریم. من ریخی نیستن آدم. حالا شما میشه بگی ما کجا هستیم؟ اینجا دهانه سبزه. دهانه سبز. بچه اتیابی من عالی بود. 60 کیلومتر با روم فاصله داریم ولی ببینم میدونید چند به برج؟ امروز روز سانتا لوچیا است. کوتاه‌ترین روزیه که داریم. امروز 13 دسامبر. باید عجله کنیم. میبخشید بچه ها اگه مزامت شدیم دیگه ما بریم. خدا حافظ. خدا بزنگی آقا یکی 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 الفا دو اینجا الفا چهار، الفا دو اینجا الفا چهار، وضعیت متناسب، مکالمه تمام. وای میگم که بیا تو جواب بگه ماشد فیلم. از الفا سه به الفا چهار، از الفا سه به الفا چهار، وضعیت متناسب، مراحل اولیه سینکرون و فازترون ادامه داره. از الفا دو به الفا سه، نتیجه نهایی رو به من اطلاع بدید. بعد نفذ بلا فاصله اینجا به من ملحق بشه. محض اینکه شماره معکوس شروع شد مکالمه تمام. تلا ترای شگفت انگیز، برلیان، ثروت افسانه‌ای، گنجی مافوق به دست آورد. زود باشه میای بالا. خدمت شما هم آمده به گوشم. اصلا دانس کنیم بهتر. آره بهتره. باشد خداوند رفیق شما، باشید موفق. خب دوست عزیز تموم شد. پیوند انجام شد، حالا بریم شمارش معکوس شروع کنیم، بهتون ملحق میشیم. عزیز خواهش دارم لباسه خوشگل ده دارم. من فکرم که سینکرون و فازترونه. منم میرم با استریت کار میکنم. آی مامان جون. آیالو آچاره کنید، زود باشید ترتیب اون طلا رو بدید، انقدر باطل نکنید. دیگه سنده یک گنج افساره ای تو مطمئنی پسر؟
پس این چیه؟ دوز دوزد لعنتی، برو لپز سلا بزن، برو همه تون دوزدی، دوزده همه تون دوزدی، دور برم و یه مش دوزد احاطه کرده. با چی کار باید کرد؟ دویست و هشتاد و نو. پس این لپز کجاست؟ اونو هشش داره میاد. ولی این که تانته. باید که جمزم میبرم این دفعه نمیذاریم دیگه قصر در بریم. زنده موندم، آمدم از نمایشت لذت ببرم. ولی دیر اومدی، عملیات دیگ و این مسئله تموم شده است. جدی می‌فرمایید؟ چند دقیقه دیگه بیشتر باقی نمونده، گوش کن. کافیه پروفسور، کمدی تموم شده است، کمکتان متشکرم. این یک اسلحه آبگیرنده است، تو رو به اندازه یه صفحه کاغذ کوچیکت میکنم و بعد ریز ریزت میکنم. به خودت نوید نده، نمیتونی جای منو بگیری، هیچ کس نمیتونه جای منو بگیری، هیچ کس یارای متوقف کردن منو نداره. کبار کنم ببینم هیچ کس این کارو نکن، هر چی بخوای بهت میدم. هلو هلو جیمز، همه چی رو برای هم سنا اسری چی شد؟ تبدیلش کردم به مقوام، مثل آگهی چسبیده به دیوار. مگه دیوونه شدی؟ پوزش میطلبم، شما رو با دوست دخترم عوضی گرفتم. ولی موهای خوشگلی دارید ها، منم از این موها داشتم، ولی مانم رو باد برد. خدا حافظ. چیز؟ هلن، خدای من، تو تو لباس سربازی چیکار می‌کنی؟ خودم داشتم تلاش می‌کردم. چیکار دارید می‌کنید؟ گروه بان کالیس، واقعا قباحت داره، یعنی چه؟ گروه بان کالیس. این رو هم بگیرید. حالا تو لباس گنجو کن. برای دانلود فیلم ها و سریال های بیشتر به وبسایت مشهد فیلم مراجعه نمایید.